شما اعضای اصلی گروه سریتی؟ یه نامه دارم براتون. برگام پسر، اون دختری که تو آلمان بود باش چت میکردم و مخشو زدم $1000 رو برام فرستاد. آره داش همینجاست. سی جای باس یه اعترافی بکنم. آنجلیلا که میگفت آلمانو باش چت میکردی من بودم. بو یه اکانت فیک. پوفیوز من یه قلب من بازی چست؟ آشغال اون همه شارژ 10 تومانی ایرانسل برات زدم تا مخدو بزنم. خودتو که شورتت از شلوارت زده بیرون، نمیگی پیش خودت یه دختر تو آلمان شارژ ایرانسل میخواد واس کجاش؟ بس نکنید با هم، نامه از طرف ارتش که سرانداریسه، شما اعزام شدید به ارتش. بوی بگویی میاد. من به اونجای عمم خندیدم گفتم گروه استریتم نایزم اشتباه اومدیم. ولی گفتی درست اومده که بعدم همه تو سبز شدید. رنگ بچه های گروه استریتم که سبزه. نداشت سوء تفاوت شده، این بچه ها سیدن بخاطر اون سبز پوشیده. ببخشید پس اشتباه اومدم. چند دقیقه بعد آوازیا سرباز مظلوم بیاوردی؟ این گروه بنفش رو گفتن که منو ایسکا کرده، گروه بسیرت خودت شده. ای بابا داشتیم شوخی میکردیم آشخور، حالا میگم کدوم پادگان اعزام شدیم ما؟ پادگان شماره 6. اوف شنیدم با هتل هیچ فرقی نداره، هر کیم میاد میزنه تو گوش فرمانده. آره دا دقیقا همینطوره. خسته نباشی آشخور، این در رو بیزمند واکو ما بریم تو. من والا سوپ خوردم دیشب، شما هم باید دیوهای جدید باشید، برید داخل. خب خب، اعضای جدید میبینم، خوش آمدگویی گرم منو پذیرا باشید. همونطور که روی تابلو پادگان دیدین، اینجا حتی خروس هم مجبور به تخم گذاشتن میشه. کی بود میگفت پادگان هتل؟ خفه! خیلی خوب سربازا، با آموزش آشنایی با اسلحه در خدمت شما هستیم. هی تو! بله قربان. بگو ببینم این چیه تو دست من؟ ها؟ این چیه تو دستم؟ قربان چیه؟ ببخشید عرضم به درزتون، این یه اسلحه کلاش هستش قربان جان. نه 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 نه، این یه کلاش نیست، این ناموس تو هستش، این خانواده تو هستش، اصلا این خود مادرته، فهمیدی سرباز؟ بله قربان کاملا متوجه شده. تو سرباز؟ بله قربان آماده خواهیم، یعنی خدمت گذاری هستم. بگو ببینم این چیه تو دست من؟ قربان طبق سخن خودتون این ننه رایدر دست شما. خب اصلا شناسی برای امروز کافیه، به خاطر اعضای جدید امروز به جای 4 دور 2 دور دور پادگان میدوین. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. یه سوچه چپک حداقل تو پادگان آدم باش. ببخشید من فکر کردم شما نشه گوزیدنه. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. آخه مگه یه دونه سوسیس سرخ شده هم شام شد؟ آخه من گشنمه. اگه سیر نشدی بفرما اینجا سوسیس منو بخور، مخصوص خودته. به قول سی جی تو که ننت دست فرمانده است، مزه نریز. ها یه سوچه کسافت، حق نداشتی ناموسش کنی. آی 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 نزن رایدر، آخ غلط کردم به نزن نزن آی خب سی جی، اینجا تمرین کار با اسلحه سنایپر. من که بچگی سنایپر بودم، قشنگ سالا رو از دور هدف میگرفتم رو مورچه ها. بده من سنایپر بابا. بوس بهت عزیزم. خب اونجا رو میبینی که خانومه کناره یه مرد کوچولوری کناره یه ماشین بایسته؟ اون دختره با لباس قلبس که اونجاست رو میبینی؟ احمق، واسه چی شلیک کردی؟ خب خودت گفتی دختره با لباس قرمز. خب دختره با لباس قرمز که چی احمق؟ نمیدونم حس شیشم هم گفت لابد باید بزنمش دیگه. اون دختره فرمانده بود، کنار نامزدش تازه مخ کرده بودن. خب من ریدم دهنت، بگو دختره فرمانده استی که چرا میگی دختر لباس قرمز؟ سرباز!
شانس آوردی اورژانس لا سانتوس مرده رو زنده میکنه. دختر منو نجات دادن. قربان به جون ننه رایدر که دست بچه‌ست فکر کردم سوژه آموزشیه. ای احمق، سوژه آموزشی ماکت، نه آدم زنده وحشی. آه بله قربان، حرفتون منطقیه. خب سربازا، امروز آموزش ابتدایی و مقدماتی رانندگی با تانک رو یاد میگیره. تو سرباز. بله قربان. چشم قربان. خب سرباز، آروم به سمت راست بچرخ. آفرین آفرین آفرین، حالا آروم به سمت چپ بچرخ. آفرین آفرین، حالا که دست فرمونت انقدر خوبه یه دونات بزن بچه ها عشق کنه. آفرین آفرین، اصلا احسن. این دوچر قرمزه چه باحاله، یعنی چی کار میکنه؟ خب سربازا، دیدید که دوستتون چقدر کار درست و حرفه‌ایه؟ تو دقیقاً 42 میلیون دلار تجهیزات ما رو یه جا ترکوندی رفت. ای قربان، خطای انسانی بود دیگه. اون سر دنیا هواپیمای مسافربری رو میزنن، هیچی نگفت. ما باز خسارات جانی نداشتیم خدا رو شکر قربان. شانس آوردی بیمه پول تجهیزات رو میده، وگرنه من میدونستم و تو. من خواهیم، یعنی بله قربان. خب سرباز، امروز رئیس جمهور و مادر گرامشون از پادگان ما بازدید میکنن. همه تون منظم و مرتب سر پستاتون وای میسین و حرکت اضافی نمی کنین. هر کی دست از پا خطا کنه 3 ماه اضافه خدمت میخوره. بحث آب روی پادگان وسطه. خب شما دوتا که نه، تو سرباز بیا اینجا. بله قربان، آماده خدمت گذاری هستم. ما یه سرود زیبا در وصف رئیس جمهور و مادر گرامیشون به اسم اثر اصلی آماده کردیم توی کامپیوتر پادگانه. برا روی دسکتاپه. وقتی رئیس جمهور اومدن با اعلام آقای رایدر آهنگو پخش میکنی. مفهومه؟ بله قربان. خب بس ببینم، گفت اسم آهنگ اثر اصلیه. ای بابا، من که انگلیسی مثل ماشین تعمیر کردنم ریده. کدومشه یعنی؟ گمونم همینه. ضمن خوش آمدگویی به شما رئیس جمهور والا مقام، به پادگان حقیر ما خوش آمدید. اجازه بدید با یک سرود زیبا در سراسر پادگان از شما استقبال کنیم. بنوازید. آهنگو پخش کن احمد. بچه ها چقدر زود برجستی ندرته، سه خبره ها سیگاه کردی. دو شاید باورت نشه ولی فرمانده انقدر با اون حال کرد بهمون یه مرخصی کلوف داد. آره دانا، سربازه خیلی خوبی بودیم. یه چکم هممون زدیم زیر گوشش، به هممون هم مرخصی طولانی داد، خودش هم رفت تعطیلات اشغال. ولی عجیب، آخه 2 روزم نموندین وزیر گوس فرمانده هم زدین بابا. ایول سابسکرایب کن بریم سربازی 2 رو ببینیم. علی فدات.